آره ببینید انقلاب اخیر که ما میبینیم یه نقطه عطف، ما همه راه ها رو امتحان کردیم، ما خواستیم ببینیم این سیستم رفرم پذیره یا نه، امتحان کردیم ببینیم که آیا صندوق رأی رو به رسمیت میشناسه یا نه. یه جنبش سبز بود و همین جا ما تو واشنگتن هزارها نفر جمع شدیم، ولی با یک واقعه ما روبرو شدیم و اون واقعه بودش که ولایت فقیه تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دست از سر ایران برداره که هیچ قصد نابودی شده. انقلاب اخیر بازپس گرفتن ایران از دست آقای خامنه‌ای و اطرافیانشه، به این معنی هم هستش که همه نهله های ایرانی رو به دور خودش جمع کرده، یعنی همه از چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، نهله های تبارهای مختلف، زبانهای مختلف، زن، مرد، همه اومدن بگن آقا این حکومت و به ویژه در رأسش آقای خامنه‌ای و دستگاهش باید برود. چند تا وجه داره، مهمترین وجهش اینه که ما همون ایرونیایی که سابقا با هم دیگه دعوا داشتیم الان در کنار هم، این اینجاست، ایران هم همینجوره. دوم اینه که به خارجی هم همینو نشون بدیم که آقا ما ایرونی ها هم دست و هم راهی برای یه هدف، و اون هدف هم اینه که به قول نلسون ماندلا یک نفر یک رأی حاکم بشه، همم آزاد باشن برخلاف تمام اختلافاتی که ممکنه که بین ماها وجود داشته باشه، که ایشالله اونو تو صندوق رأی میذاریم، میزان رأی مردم خواهیم دید که چه کسی و چه نهلی و چه شکلی خوششون خواهد اومد. تمام شعارها و نهادهای سازمانهای مختلف و در دنیا با سه مفهوم میشه توضیح داد. اگه شما نگاه کنین همیشه همینجور بوده. مال انقلاب فرانسه برابری، برادری، آزادی. مال امریکا آزادی، زندگی به دنبال خوشبختی. انقلاب اسلامی با چه شروع شد؟ با استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. زمانی که یکیش فاسد باشه و قابل اجرا نباشه، اون دوتا نهره رو هم به نابودی کشوند، همجور که دیدیم. یعنی استقلال و آزادی ایران به فنا رفت به خاطر اینکه یک مثلث دیگری، یعنی جهل و جنون و جنایت آقای خامنه‌ای حاکم شد. به همین دلیل الان بعد از 44 سال اون چیزی که برای ما مونده، اون درس بزرگیه که اون همه با همه که باید معیار باشه برای پیروزی انقلاب رو با مثلثی جایگزین بکنیم که ایرانی باشه، که چیه؟ اون زن، زندگی، آزادی. پیام ما اینه که ای ایرانی، کار تو درست انجام بده، مملکت مال شماست، این حکومت افتاده، هر کسی کار خودشو درست انجام بده، جامعه سیاسی درست انجام بده، جامعه مدنی درست انجام بده، پزشکا انجام بدن، دادخواه انجام بدن، همه کاره هیچ کاره نشیم، هر کسی کارشو درست انجام بده. 2500 سال بودیم، خواهیم بود.